بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرق بين شرك أكبر وأصغر. شرك أكبر، شرك أكبر از دين خارج مكند، همه عملها را باطل مكند، صاحبش هميشه در آتش است، از طرف سلطان خون مالش حلال است. در اکبر بدن آن دلیل آید، برای غیر الله اعتقاد نماید که در عالم تصرفی پوشیده دارد و اینکه جلب منفعت ها و دور کردن ضرر ها در دست اوست. شرک اصغر، شرک اصغر از دین خارج نمی کند، عمل خاص را باطل می کند، در آتش همیشه نمی باشد، خون مالش حلال نیست. بر اصغر بدن آن دلیل آید، آن چیزی را که الله سبب قرار نداده است سبب اعتقاد کند. هر چیزی که وسیله به شرک اکبر باشد پس آن شرک اصغر است. مسئله ها: یکم از شرک ترسیدن، دوم ریا خودنمایی از جمله شرک است، سوم البته ریا اندک ریا از جمله شرک اصغر است، چهارم ریا سخت‌ترین چیزی است که بر نکوکاران ترسیده می شود، زیرا در قلب انسان برای پوشیده بدنش به احساس کردن و اطلاع نفس بر آن داخل می شود. پس بسیار نفس ها دوست می دارند که به عبادت کردن تعریف کرده شوند. پنجم، قریب بودن جنت و دوزخ. ششم، جمع بین قریب بودن این دو در یک حدیث. هفتم، البته کسی به او ملاقات کند در حالی که چیزی را به او شریک نآورده است داخل جنت می شود، و کسی به او ملاقات کند در حالی که چیزی را به او شریک آورده است داخل دوزخ می شود، اگرچه از عابدترین مردم باشد. اگر شرک اکبر باشد داخل جنت نمی شود، و اگر شرک اصغر باشد به قدر گناهش عذاب داده می شود سپس داخل جنت می شود. هشتم، مسئله بزرگ، دعای ابراهیم خلیل برای خود و فرزندانش که از پرستش بتان نگه داشته شود. نوم، اعتبار او به حال زیادتری مردم از روی فرمانده الله تعالی پروردگارا، این بتان بسیاری از مردم را گمراه کردند. دهم، در آن تفسیر لا اله الا الله است، همان گونه که امام بخاری رحمه الله ذکر کرده است. یازدهم، فضیلت کسی که از شرک سلامت میماند داخل جنت شود. اکنون باب اندر دعوت به سوی شهادت لا اله الا الله. برای چی مؤلف این باب را ذکر کرد؟ یکم، برای چی توحید خود انسان را ذکر کرد؟ دعوت غیرش را به سوی این ذکر کرد، چرا که ایمان کامل نمی شود مگر وقتی که به سوی توحید دعوت کند. پس همراه توحید دعوت کردن به سوی آن حتمی است، وگرنه ناقص می باشد. دوم، رد بر کسی که می گوید نخستین چیزی که به آن ابتدا کرده می شود همان نماز است نه توحید. دلیل اول، به فرموده الله تعالی بگو طریق من و پیروانم همین است که خلق را به سوی الله با بینایی و بصیرت دعوت کنیم تا آخری آیت. طریق من یعنی راه من است، و آن چیزی رو که پیامبر صلی الله علیه و سلم از شریعت آورده است از روی عبادت و به سوی آن دعوت کردن رو شامل می شود. به سوی الله یعنی داعیان به سوی الله تقسیم می شود به اینکه یکم داعی به سوی الله، دوم داعی به سوی غیر الله. بر بصیرت یعنی شامل می شود یکم علم شرعی، دوم حال دعوت شده رو دانستن، سوم حکمت. شرط های دعوت کردن به سوی الله: یکم اخلاص، دوم علم شرعی، سوم حکمت، چهارم دانستن حال دعوت شده، پنجم صبر. دلیل دوم، معاذ بن عباس رضی الله عنه روایت است که وی میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ را به یمن فرستاد و به او گفت تو به نزد قومی از اهل کتاب یعنی یهود و نصارا میروی، پس اولین چیزی که آنها را به آن دعوت میکنی گواهی دادن به اینکه جز الله معبودی بر حق نیست میباشد. در روایت دیگری آمده است تا اینکه الله را یگانه بپرستند، پس اگر آنها این را قبول کردن پس آنان را بدانم که الله بر آنان پنج وقت نماز در روز شب فرض گردانیده است. پس اگر آنها این را قبول کردن
آنها را بدانم که الله بر آنها زکات را فرض کرده است و از دولتمندان آنها گرفته می شود و به فقیران و ناداران آنها برگردانده و تقسیم می شود. پس اگر آنها این را قبول کردند، پس از گرفتن بهترین مالهای آنها در زکات خودداری کن و از دعای مظلوم و ستم دیده بترس و خود را نگه دار، زیرا که میان دعای مظلوم و میان الله هیچ پرده وجود ندارد. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. در حدیث آمده است: یکم، روا بودن فرستادن دعایان به سوی الله تعالی و تعلیم آنان. دوم، پیامبر صلی الله علیه و سلم یک مرد را فرستاد و در این قبیل خبر یک کس است و اگرچه در عقیده باشد. سوم، روزهایی به شمار در دعوت شد نیست، پس در نزد آنها و موافقت احتیاجشان می ایستند. چهارم، طرز دعوت مخالفان و آسانترین طریقت همون دعوت کردن آنان به سوی توحید است، نه مناظره کردن. پنجم، تنها دعوت کردن به سوی اسلام کافی نیست، بلکه آنها را خبر می دهد که بر آنها چی واجب می شود تا قناعت کنند و به آن پابند شوند، لیکن بر ترتیبی که در حدیث فرستاده معاذ رضی الله عنه است. دلیل سوم، امام بخاری و مسلم از سهل ابن سعد رضی الله عنه روایت کردند که می گوید رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز خیبر فرمودند: اراینه این بیرق را فرد و به مرد بدهم که الله و رسولش دوست می دارد و الله و رسولش نیز او را دوست می دارند. الله قلعه خیبر را به دستان او فتح می کند. مردم شب را به گفتگوی این موضوع سپری کردند که به کدامشان پرچه داده می شود. چون صبح شد، صحابه ها به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند. هر یکی آنان امید می داشتند که پرچم به وی داده می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: علی ابن ابی طالب در حجاز. صحابه ها گفتند: ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، چشم های او درد میکند. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی را به سوی وی بفرستید تا او را بیارد. علی رضی الله عنه آورده شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم در چشمانش توف کرد و برایش دعا کرد، پس صحت شد، گویا که هرگز درد نکرده بود. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم پرچم را به وی داده فرمودند: آهسته و نرم برو تا که در سرزمین آنها فرود آیی. سپس آنان را به اسلام دعوت کن و آنان را خبر ده از آن چی بر آنان از حق الله واجب است. سپس سوگند به الله تعالی، اگر الله به واسطه تو مردی را هدایت کند، برای تو از شتران سرخ بهتر است. اثبات صفت محبت برای الله و اینکه الله دوست می دارد و دوست داشته می شود، لیکن محبت الله مانند محبت مخلوق نیست. از فضیلت خاص ثابت شدن فضل قوم لازم نمی آید. مانند فرموده او صلی الله علیه و سلم در شأن ابو عبیده رضی الله عنه که او امین این امت است. این معنای آن را ندارد که او بهترین صحابگان است و اینچنین معاذ رضی الله عنه. شتر سرخ و این را ذکر کردم که زیرا آن در نزد عرب ها دلکش بود.